محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی از پیتسبورگ با من هستند. راجع به این مورد با هم صحبت می‌کنیم. آقای ماشینچیان، این وعده رهبر جمهوری اسلامی برای جهش تولید و پرپول شدن جیب کارگران چقدر با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران امکان پذیره به نظر شما؟ درود بر شما. صحبت‌های آقای خامنه‌ای گذشته از کلی‌گویی و تعارف‌های مبهم نشون دهنده این است که ارتباط ایشون با واقعیت‌های جاری در اقتصاد ایران قطع با گرفتاری‌های واقعی مردم با مشکلات معیشتی کارگران کاملاً بیگانه است، همونطور که بینندگان ایران اینترنشنال هم در این ویدیوهایی که پخش کردید به درستی بهش اشاره کردن. ایشون هیچ تصوری نداره از اینکه زندگی یک کارگر ایرانی این روزها چقدر دشواره، چقدر هولناکه. این صحبت ها رو اگر حالا در سطح یک منبر روزه در نظر بگیریم که هیچ، اما در جایگاه شخص اول مملکت اگر با اصول علمی اقتصاد و حکمرانی بسنجیم، صحبت هایشون واقعا نگران کننده است، چون دریافت و دیدگاه حکومت رو نشون میده، سطح سواد و دغدغه های حاکمان رو به ما نشون میده، نشون میده که صورت مسئله رو چگونه میفهمند و چه راه حل هایی برای شرایط موجود دارن. و راه حل و راهبرد آقای خامنه‌ای بی تعارف یک فانتزیه. ایشون یک ادعای سر گل قالی مطرح میکنه مبنی بر اینکه مردم باید وارد تولید بشن که تولید جهش پیدا کنه، ثروت ایجاد بشه، جیب کارگر پرپول بشه و اشتغال بالا بره. از نظر اقتصادی این یک حرف سطحی و بی‌معنیه و البته نفس این که حاکمان جمهوری اسلامی تصور میکنن ورود مردم به اقتصاد یک ایده جدیده که تازه به ذهن اونها رسیده و قرار است مشکلات کشور رو به این ترتیب حل کنن، نشون میده که چقدر دستشون خالیه و از مرحله پرت هستند. علی خامنه ای همچنان از کمنگ شدن اثر تحریم ها و رشد اقتصادی ایران میگه. ارزیابی شما رو هم میشنویم از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر. ابتدا راجع به رشد اقتصادی من باید بگم بله، رشد اقتصادی ایران بالا رفته به گواه نهادهای بین المللی، اما علتش این است که متوسط رشد اقتصادی ایران در طول 10 سال گذشته 0 بوده و بله خب طبیعیه که از 0 بالا رفتن کار بسیار آسانیه، اما اگر منابع ایران رو بسنجیم، ترکیب جمعیتی ایران رو بسنجیم، امکانات ایران رو بسنجیم و وضعیت رشد و توسعه ایران رو بسنجیم، رشد 6-8% برای کشوری مثل ایران در یک شرایط عادی کار بسیار آسانیه. یعنی اتفاقا کار بزرگ رو جمهوری اسلامی کرده که موفق شده برای کشوری با این حجم از منابع رشد 0 رو رقم بزنه و الان داره افتخار میکنه به رشد 1-2% که مستقیما نتیجه فروش نفته، یعنی اون هم هیچ حاصل ریل گذاری و سیاست گذاری نبوده. اثر تحریم ها رو بخوام بگم با هیچ معیاری کم رنگ یا خونسا نشده. تنها جایی که در ایران تحریم ها بی اثر بوده در صحبت های آقای خامنه ای. شما هر قسمتی از اقتصاد ایران رو که بررسی کنید ملاحظه میکنید که تحریم ها اثر عمیق و ماندگاری گذاشته. منتها مرغ آقای خامنه ای یک پا داره و در صحبت های ایشون تحریم ها همیشه شکست خورده و خونسا شده. این در حالی است که ما در اقتصاد متر و معیار داریم و سنجه داریم و شما حتی به وضعیت زندگی کارگران ایرانی هم که نگاه کنید کاملا اثر تحریم ها رو میتونید به روشنی ببینید. خیلی ممنونم. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی با من بودین امروز.